جلد پنجم از کتاب 4000 واژه درس 21 بخش داستان The Twins دو قلوها کیدی و آلیس were twins کیدی و آلیس دو قلو بودند کیدی و آلیس کیدی و آلیس were twins دو قلو بودند They were so alike that few people could tell the siblings apart. اونا انقدر شبیه هم بودن که تعداد کمی از مردم میتونستن اون دو خواهر رو از هم تمیز بدن دیور so alike اونا اونقدر شبیه هم بودن that few people که تعداد کمی از مردم could tell the siblings apart میتونستن اون دو خواهر رو از هم تمیز بدن تشخیص بدن they were almost like clones اونا تقریبا مثل کلون ها بودن They were almost اونا تقریبا بودند، لایک like مثل clones کلون ها They even used the same colloquial language as each other اونا حتی از زبان محاورعی مشابه یکدیگر استفاده می کردن They even used اونا حتی استفاده می کردن از the same colloquial language as each other زبان محاوره مشابه یکدیگر مثل یکدیگر they were best friends اونا بهترین دوستا بودند. منظور اینه که اونا بهترین دوستای هم بودن they were best friends اونا بهترین دوستا بودن کلمات سبز این پاراگراف رو بخونیم سیبلینگ یعنی خواهر یا برادر کلون یعنی کلون But the twins attributes were not all identical ولی ویژگی های اون دو کاملا یکسان نبود But the twins attributes ولی ویژگی های اون دو قلوها were not all identical کاملا یکسان نبود Alice liked humanities and Kady was a good linguist. Alice از علوم انسانی خوشش میمد و Kady زبانشناس خوبی بود. Alice liked humanities. Alice از علوم انسانی خوشش میمد and Kady was a good linguist. و Kady زبانشناس خوبی بود. One summer, Katie decided to be a participant at a summer camp in France. یه تابستون کیلی تصمیم گرفت در یک اردوی تابستونی در فرانسه شرکت کنه. One summer, Katie decided to Katie تصمیم گرفت که be a participant at یه شرکت کننده باشه در a summer camp یه اردوی تابستانی in France توی فرانسه Alice wasn't interested in the French language so she didn't go Alice به زبان فرانسوی علاقه نداشت بنابراین نرفت Alice wasn't interested in the French language Alice به زبان فرانسوی علاقه نداشت so she didn't go بنابراین نرفت But she felt angry that Katie wanted to spend the summer away from her. ولی اون احساس خشم می کرد که کیدی می خواست دور از اون بگذرونه. But she felt angry that ولی اون احساس خشم می کرد که کیدی wants to spend the summer away from her. کیدی می خواست تابستون رو دور از اون بگذرونه. کلمات سبز این پاراگراف رو بخونیم attributes یعنی ویژگی humanities علوم انسانی linguist زبانشناس participant شرکت کننده two months later Katie returned Alice dashed to the airport to greet her sister دو ماه بعد کیدی برگشت الیس به سرعت به فرودگاه رفت که از خارش استقبال کنه تو مانتس لیتر دو ماه بعد کیدی ریترند کیدی برگشت الیس دشد تو د ارپورت الیس به سرعت به فرودگاه رفت تو گریت هر سیستر که از خواهرش استقبال کنه بت ن الیس سا کدی ولی وقتی الیس کیدی رو دید شگفت زده شد But when الیس سا کیدی ولی وقتی الیس کیدی رو دید She was astounded شگفت زده شد کیدی was now bilingual and she looked completely different خیلی حالا دو زبانه بود و اون کاملا متفاوت به نظر می رسید یا یعنی اینکه ظاهر کاملا متفاوتی داشت کیدی واز ناو بایلنگول کیدی حالا دو زبانه بود and she looked completely different و اون کاملا متفاوت به نظر می رسید she was wearing nice clothes cosmetics and looked skinnier اون لباس های خوب به تن داشت و آرایش کرده بود و لاغرتر به نظر می رسید. She was wearing nice clothes. اون لباس های خوب به تن داشت. Cosmetics آرایش کرده بود and looked و لاغرتر به نظر می رسید. Alice felt very messy next to her. Alice در کنار اون احساس شلختگی زیادی می کرد. Alice, felt very messy. Alice احساس شلختگی زیادی میکرد next to her. کنار اون. She was just wearing a fluorescent t-shirt and her hair had knots in اون فقط یه تی شرت فلورسنت پوشیده بود و موهاش داخلش گره داشت. She was just wearing a fluorescent t-shirt. اون فقط. یه تیشرت فلورسنت پوشیده بود یا اینکه یه تیشرت روشن پوشیده بود and her hair had not seen it و موهاش داخلش گره داشت کلمات سبز این پاراگراف رو بخونیم dash یعنی سریع حرکت کردن Stunned یعنی شگفت زده bilingual دو زبانه cosmetics لوازم آرایشی سکینیر یعنی خیلی لاغرتر که این کلمه از کلمه سکینی اومده به معنی خیلی لاغر فلورسنس یعنی فلورسنس یا روشن و رنگی نات یعنی گره When Alice asked Katie about France, Katie was vague and didn't say much. وقتی الیس از کیدی در مورد فرانسه پرسید کیدی مبهم جواب داد و حرف زیادی نزد When Alice asked کیدی about France, وقتی الیس از کیدی در مورد فرانسه پرسید کیدی was ویگ کیدی مبهم بود یا یعنی اینکه کیدی مبهم جواب داد and didn't say much و حرف زیادی نزد It made Alice furious and felt her with disgust because in the past they'd always told each other everything این الیسو خشمگین کرد و اونو سرشار از حس تنفر کرد چون در گذشته اونو همیشه همه چیزو به هم می It made Alice furious این الیسو خشمگین کرد and felt her with disgust و اونو سرشار از حس تنفر کرد because این the past چون که در گذشته they'd always told each other everything اونا همیشه همه چیز رو به هم میگفتن now there was a huge gulf between them حالا شکاف بزرگی بین اونها بود now حالا there was, بود وجود داشت A huge gulf یه شکاف بزرگ between them بین اونها over the weeks the sisters spoke even less طی هفته ها دو خواهر حتی کمتر هم با هم صحبت می کردن. over the weeks طی هفته ها the sisters spoke even less دو خواهر حتی کمتر هم با هم صحبت می کردن. کلمات سبز این پاراگراف رو بخونیم vague مبهم furious خشمگین disgust تنفر golf شکاف two months later it was the twins birthday all their lives they had a ritual دو ماه بعد تولد دوغول ها بود اونا تمام عمرشون یه مناسک مشخص داشتن یا اینکه یه مراسم مشخص داشتن two months later دو ماه بعد it was the twins birthday تولد دوقلوها بود all their lives تمام عمرشون they had a ritual اونا یه مناسک مشخص داشتن یا یعنی اینکه یه مراسم مشخص داشتن before their birthday they talk all night long اونا قبل از روز تولدشون تمام شب و حرف می زدن Before their birthday قبل از روز تولدشون They talk all night long اونا تمام شب و حرف می زدن That night Alice came into Katie's bedroom اون شب Alice به اتاق خواب کیدی اومد That night اون شب Alice came into Katie's bedroom الیس به اتاق خواب کیدی اومد کلمه سبز این پاراگراف رو بخونیم ریچوال یعنی مناسک یا سنتی رسمی که مردم به صورت مرتب انجام میدن I'm sorry I haven't spoken much lately کیدی سد. کیدی گفت معذرت میخوام اخیرا زیاد حرف نزدم I'm sorry متاسفم معذرت میخوام I haven't spoken much lately اخیرا زیاد حرف نزدم کیدی said Katie گفت I understand you have new friends now said Alice angrily Alice با عصبانیت گفت متوجه هستم الان تو دوستای جدیدی داری I understand متوجه هم. You have new friends now تا الان دوستای جدیدی داری؟ said Alice انگریلی Alice با عصبانیت گفت Katie said my French friends don't write much nowadays کیدی گفت دوستای فرانسوی من این روزها زیاد برای من نامه نمی نویسن Katie said Katie گفت مای French friends دوستای فرانسوی من don't write much زیاد نامه نمیمیسن منظور اینی که زیاد برای من نامه نمیمیسن Nowadays این روزها For a while I thought they were more exciting than my friends at home برای یه مدت فکر می کردم اونا از دوستای توی خونم هیجان For a while برای یه مدت I thought فکر می‌کردم They were more exciting than اونا هیجان بودن از my friends at home دوستای توی خونم but I was wrong you're my sister and you'll always be my best friend ولی اشتباه می کردم تو خواهر منی و همیشه بهترین دوستم خواهی بود but I was wrong ولی اشتباه می کردم you're my sister تو خواهر منی and you'll always be my best friend و همیشه بهترین دوستم خواهی بود Alice said I'm sorry too I wanted our relationship to stay the same forever Alice گفت من هم معذرت میخوام میخواستم رابطه همون همیشه همون صور بمونه Alice said Alice گفت I'm sorry too من هم مذارت میخوام I wanted our relationship To stay the same forever سین فوراور میخواستم همون همیشه همونطور بمونه but it's totally plausible for twins to have different interests ولی کاملا منطقیه که دو غلوها علایق متفاوتی داشته باشن but ولی it's totally plausible کاملا منطقیه for twins برای دو to have different interests که علایق متفاوتی داشته باشن We can still be best friends without being together all the time ما هنوز میتونیم بهترین دوستای هم باشیم بدون اینکه تمام مدت با هم باشیم We can still be best friends ما هنوز میتونیم بهترین دوستای هم باشیم without being together all the time بدون اینکه تمام مدت با هم باشیم کلمه سبز این پاراگراف رو بخونیم پلازبل یعنی معقول منطقی